یک رسانه محلی سومالی شب گذشته چهارشنبه از حمله سنی های تونرای از شباب به پایگاه نظامی ارتش اتیوپی در مرز با سومالی خبر داد. پایگاه خبری سومالی جدید گزارش داد. سنی های تونرای از شباب با دو خودروی بمبگذاری شده به یک پادگان نظامی اتیوپی در دهستان دولو در استان قدو در ایالت جوبالاند حمله کردند. بر اساس روایت دولت سومالی خودروی نخست در ورودی پایگاه منفجر شد در حالی که نیروهای امنیتی مانع از ورود خودروی دوم به پایگاهی شدند که محل استقرار نیروهای اتیوپی بود در این گزارش به شمار زخمی و کشته شدگان احتمالی اشاره نشده است این نیروهای اتیوپی وابسته به هیئت اتحادیه آفریقا در سومالی موسوم به اتمیس نبودند این حمله چند روز پس از آن رخ می دهد که گروهک تروریستی از شباب هفته گذشته نیز با حمله به یک پایگاه نظامی محل استقرار نظامیان اوگاندیایی پنجا و چهار تن از آنان را کشتند نیروهای اتحادیه آفریقا در سومالی اتمی که شامل حدود 20 هزار سرباز، پلیس و غیر نظامی از کشورهای اوگاندا، بروندی، جیبوتی، اتیوپی و کنیا هستند آوریل 2020 جانشین نیروهای سازمان ملل متحد شدند که از سال 2007 برای مبارزه با شورش سنی های تون از شباب در سومالی مستقر شدند.